در مورد سفر ما که با, با, مرکز سفر کردیم سفر کاری بود ملاقات داشتیم با رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و ملاقات های متعدد دیگه روی مشکلات و بعض پیشنهادات ما بود با وزارت خانه ها که رئیس به جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تعهداتی که در سفرشان با سمنگان برای مردم سرمنگان و برای ما دادیم به او تعهدات خود جامعه عمل پوشانی و ما درخواستی که داشتیم اونا هدایت لازم برای مراجع مربوط ارائه کردند. در مورد بند آب آبکیلی که باید امار شود در مورد 121 کیلومتر سرک در سوف الا ایبک و همچنان در مورد 37 کیلومتر سرک داخل شار و اطراف ولایت و هم اف کیلومتر سرک شارای عمومی بغلان مزار که از سمنگان عبور میکنه و همچنان امران و باسازی و سرسبزی تخت رستم که احاتش کار شروع شده است و همچنان در مورد درجه دو ساختن ولایت سمنگان و همچنان در مورد پنج فیصد عواید حکومت که از معادن در سمنگان به اسم به خود ولایت سمنگان داده شود هدایت های لازمه برای ریاست ارگان های محل و مراجع مربوطش جناب رئیس جمهور استار کردن و ما به تعقیبش با وزیر کار امور اجتماعی با وزیر اطلاعات و فرهنگ با وزیر فوای دامه با وزیر داخله و هم با تیم عملیاتی ارک با مسئولش ملاقات داشتیم که خوشبختانه همه پیشنهادهای ما در مورد سرک در مورد ترمیم کودکستان ها و اعمار تعمیر داری کار و امور اجتماعی سمنگان و همچنان در مورد تخت رستم کتابخانه عامی سمنگان و در مورد امنیت سمنگان که با وزیر سیب داخل ملاقات داشتیم که ما در اواخر سرقت های بسیار کلان گوسفند داشتیم که به شکل رمایی سرقت شده بود که خوشبختان یک تعداد از گوسفندها دستگیر شدن و مجرمین هم به مراجع و عد یه قضایی معرفی شدن و همچنان بعض از های خانه بعض قتل ها و جرایم خرد و کوچک و بزرگ داشتیم که با وزیر سیب داخل مطرح ساختیم که وزی سیب داخل وعده داد که تشکیلات پلیس سمنگان بلند میبره و همچنان در قسمت تأمین امنیت برای مسئولین هدایت های لازمه اونا صادر خواد کردن و بالاخره ما با یک دستاورد خوب از مرکز به سمنگان برگشتیم ای وعده ها ما که رفتیم به می میرخو... خاطر که عملی بسازیم با باورم می است که ای وعده ها عملی شده است ما شاهد یک لک و هزار دالر کار امور اجتماعی که و خاطر اداره ریاست کار امور اجتماعی سمنگان چی میشه عملا احکامش دادن که روان کنن در مورد بند آبکیلی و تخت رستم روز پنجشنبه تیم عملیاتی که فردا است تیم عملیاتی ارک و سمنگان تشریف میارن و همچنان در مورد سرک 37 کیلومتر منظور شده است امضا رئیس جمهور این که گپش خلاص است که او با پروسه اجراییش میره ان قریب کار شروع میشه و 6-7 کیلومتر سرکه که چیز کت وزیس به پایدام عمر داد عمر داد و ممکن تیم ای که از غزنی در سروی و دیزاین است از اونجا که به مرکز کابل بیا او روان میکنن به سمنگان که سروی و دیزاین سرکم تکمیل کنه و کارش در یعنی ممکن که دو ماه بعد سه ماه بعد نه حتی چهار ماه بعد کارش عملا یعنی شروع میشه یعنی ای بخش که ما فعلا او رو رفتیم و تعقیب کردیم با باور ما این عملیش است از وعده به عمل یعنی از از از, از به پراتیک رسید است یعنی به این معنا که دیگه کلش قدم به قدم تطبیق شده میره و ما ان شاء الله بهره برداریش بعد از یک یک سال یک نیم سال با بهره برداریش ان شاء الله شاهدش بودیم ما در جلسات امنیتی خود با پلیس با امنیت ملی و با اردوی ملی و مسئولین دیگه سر مسائل امنیت سمنگان بحث های بسیار طویل داشتیم که در این اواخر ما شاهد افراز چند بیز امنیتی هستیم که یکی دو سیتش هنوز گرفته شده است اونجا تحکیمات صورت گرفته جای به جای شدن با تعقیبش می باشیم. با تعقیبش شاید جای به جایش خواهد بودیم و همچنان در مسیر شارا ما تدابیری که گرفتیم با ایجاد گزمه ها با ایجاد پوسته ها با ایجاد گزمه های سیاره که در مسیر شارا باید و بعد کنن و همچنان با ایجاد کمین ها کمین هایی که بعض دوست و سارقین می از موترهای مردم در ساعات خصوصا رباتک چیز بکنن دوزدی کنن و سرقت بکنن در این قسمت ما چند مسئله را فیصله کردیم و تجویز کردیم و عملا تطبیق میشه گزمه ها ایجاد پوست ها و کمینهایی که بخاطر از که ما بتونیم دو دز... سارقین به دام بیاندازیم دستگیرشان کنیم که تا حدی که امکان داشت اکسل کارا صورت گرفت ولی ما ولایت سمنگان متاثر است از ولایت های همجوار متاسفانه بغلان بلخ و سایر ولایت که از اونجا یک تیارت افراد مسلح و بعض اشخاص و افرادی که به با گروه طالب ارتباط دارن به خاطر از اینکه اونا فشار لازمه بالای حکومت افغانستان وارد کنن ساعت کم است. اونا میخوان که بعد امن بسازن یک استراتژی دارن ولی ما در برابر استراتژی طالبا ان تدابیر لازمه اتخاذ کردیم و در قسمت تامین امنیت شهروندان تلاش اضافتر خواد خود به خرج دادیم که بتونیم تامین امنیت بسازیم در این خوشه نیست که تجهیزات و وسایل و امکانات در تأمین امنیت یک رول بسیار عمده و مهم است یک رکن اساسی است ولی یعنی تا چه وقت مردم افغانستان منتظر کمک های خارجی باید باشند که تأمین امنیت کنند ولی باور ما است که اردوی ملی افغانستان پلیس ملی افغانستان امنیت ملی افغانستان حال توانمندی از ایره دارن که دفاع بکنن از قلمرو و خود از استقلال کشور از قلمرو کشور از حاکمیت دولت افغانستان و همچنان در, مبارزه با توریست ها طالب و سارقین دوزد اینا استادگی بکنن در این شکل نیست که تجهیزات تاثیر خود داره ولی ما نباید منتظر تجهیزات بشینیم و منتظر ازی بشینیم کدام کشور میای امنیت ما رو میگره و تجهیزات برای ما میده بعد ما خود ما دست به عمل شیم و تصمیم بگیریم و قاطعانه تصمیم بگیریم هم ما همه مردم افغانستان باید پلیس باشه همه مردم افغانستان باید اردو باشه همه مردم افغانستان باید امنیت باشه تا ما بتونیم امنیت خود کنیم اگر با رویداد خبرساز روبرو می شوید ما را آگاه سازید تا ما مسئولین را آگاه بسازیم سیمای سال یگان رسانه آزاد مستقل و موثق ترین پایگاه خبر در سمنگان برای دریافت اطلاعات دقیق صفحات اجتماعی رادیو سیمای صلح را لایک و به اشتراک بگذارید